بینندین امروز هستین، از اینکه با ما همراه همکارم هستین جهان سپاس. بخش فیشن هم مشاهده کردیم، اما در این بخش از برنامه مهمان نهایت محترم در استودیو با ما هستن و پیرامون نقش خانواده در گسترش صلح صحبت دارن. مهمان این بخش از برنامه جناب محترم آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما همراه همکارم هستن. آقای ایثار سلام به شما، امروز بهتون بخیر، خرسند هستم از اینکه در برنامه حضور دارین. بیاین صحبت در رابطه با موضوع آغاز کنیم. اول از شما صحبت میشنیم، بعدا پرسش ما در رابطه با موضوع آغاز خواهد کردم. اما هم برام خود به شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا سلام و احترام خود تقدیم میکنم. لطفا شما مهربان هستین. آقای سار، از عنوان بحث ما معلوم میشه که یک تعریف ترکیبی هست، یعنی یک کلمه ترکیبی از صلح و خانواده. اگر موافق باشیم بیاین در آغاز راجع به خانواده، چون اول خانواده است و بعد انسان، راجع به خانواده صحبت داشته باشیم. خانواده چی هست، نقش خانواده بعد در گسترش بعد انسان و بعد نقش خانواده در گسترش سال صحبت های خود داشتیم. میربانی سلامت باشین. خب همونطور که شما گفتین، موضوع برنامه ما نقش خانواده در گسترش سال است. در واقع دو تا مفهوم و دو تا اصطلاح است که باید توضیح داده شود. اول خانواده، خانواده به لحاظ جامعه شناختی در واقع کوچکترین واحد اجتماع است. یعنی زمانی که ما یک جامعه تصور میکنیم و یک اجتماع تصور میکنیم، در واقع اینا مجموعی از خانواده هستند. پس یک تعریف بسیار جامع و یک تعریف نسبتا ساده از خانواده بود. اما زمانی که ما از صلح صحبت میکنیم، بله، از حقوق بشری صلح تنها نبود جنگ نیست. یعنی از نظر ارزش‌های حقوق بشری صلح در نسل سوم حقوق بشر جای می‌گیره و در واقع از جمله حقوق جمعی است. یعنی چی؟ یعنی که یا هم از صلح داریم یا هم از صلح نداریم. بنابراین در گسترش ای ارزش و در گسترش صلح باید همه ما خب هستید. شما اشاره داشتین که صلح نبود جنگ نیست، یعنی صلح از نگاه حقوق بشری کدام موضوعات میتونه که در بر داشته باشه و کدام موضوع ما در وقتی که وجود داشته باشه در کشور ما میگیم صلح است و عدم از اونها میگیم که صلح نیست؟ بسیار عالی، سوال خیلی خوبی بود. در مطالعات صلح در واقع به دو بخش یا دو نوع است، یک صلح مثبت داریم، یک صلح منفی داریم. صلح منفی صرفا میگه که نبود جنگ یا نبود منازعات اوریان و خشونت آمیز، ما اینو میگیم صلح منفی. اما از دیدگاه حقوق بشر صلح تنها نبود جنگ نیست، در واقع یک حالت است، یک شرایط است که در اوج حداقل از سطح رفاه وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی تامین شده باشد و حداقل از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق بشری شهروندان رعایت شده باشد. یعنی شهروندان به حداقل حق بر صحت دسترسی داشته باشند، به حداقل حق بر آموزش دسترسی داشته باشند، به حداقل حق بر کار دسترسی داشته باشند، محیط زیست سالم داشته باشند، به ازدواج مثلا زمینش مساعد شده باشد. پس ما در واقع اگر چنین شرایط وجود داشت، اگر حداقل رفاه وجود داشت، حداقل از عدالت اجتماعی تامین شده باشد و نیازهای حداقلی شهروندان رعایت شده بود و حقوق بشری شهروندان رعایت شده بود، ما اینی شرایط اینی وضعیت میگیم که صلح مثبت و صلح حاکم است. خب در نظر به تعریفی که شما داشتین آقای سار، پس در شرایط فعلی در افغانستان صلح وجود داره؟ صلح مثبت است، منفی است، کدامش وجود داره؟ من فکر میکنم هیچ کدامش وجود نداره متاسفانه. با تعریفی که ما کردیم، اگه بدبینانه ما قضاوت نکنم، متاسفانه با تعریفی که ما کردیم، نه تنهایی که صلح مثبت وجود ندارد، در واقع صلح منفی هم وجود ندارد. شما میبینید که هرگاه انتحار است، انفجار است، تعداد ولایت ها سقوط میکنه، ولسوالی ها سقوط میکنه، در واقع معنایش است که جنگ اوریان وجود دارد. پس ما شما به صلح منفی، متاسفانه که به صلح منفی نرسیدیم. چی بسا که ما به صلح مثبت برسیم، به دروج عدالت تامین باشد، رعایت حقوق بشری ما اندرش. آقای سار، نبود صلح منفی چقدر به خاطر از اینکه صلح مثبت هم ایجاد نشه میتونه نقش داشته باشه؟ دقیقاً. اول زمانی که ما میخواهیم به صلح مثبت برسیم، شرط اولش است که ما به صلح منفی قبلا رسیده باشیم. یعنی خشونت مستقیم، جنگ وجود نداشته باشد تا ما بتونیم به ارزش‌های دیگه برسیم، تا ما بتونیم امنیت تامین کنیم، تا ما بتونیم به عدالت تامین بکنیم، تا ما بتونیم ارزش‌های حقوق بشری دیگه تامین بکنیم. پس شما می‌فهمید که در حقوق بشر همه ارزش‌های حقوق بشری به هم پیوسته هستند. یعنی اگر یکیش باشد، دیگه‌ش رعایت می‌کنه و دیگه‌ش کمک می‌کنه به تطبیق و به رعایتش. بله. حالا آقای سار، در چنین شرایطی که نسل منفی وجود داره و نسل مثبت در یک کشور، حالا یا خانواده می‌تونه که نقش مثبت در گسترش صلح در یک کشور داشته باشه یا خیر؟ یعنی فکر کنیم یک امر خیلی بله دشوار است، خیلی سخت است. اما خوشبختانه خانواده میتونن نقش خوب بازی بکنن و نقش موثر بازی بکنن. و یک چیز دیگر هم باید ذکر کنم که صلح در واقع آموختنی است. یعنی صلح آموزش داده میشه. ما شما میفهمیم که اولین کانون آموزش و پرورش در واقع
خانواده است. است. پس بزرگترین نقش و بنیادی ترین نقش در گسترش و در بومیسازی ارزش های حقوق بشر و بخصوص صلح در واقع خانواده است. بله، این که خانواده از کجا آغاز کنه و چگونه باید حقوق بشر و موضوعات صلح در خانواده آموزش بتن بزرگترهای خانواده، پس از یک وقفه کوتاه شما خواست شنیدیم، اما در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه. سلام مجدد به زبان کمیل عزب ما پیوستن و بیننده نیمه روز شدن. برنامه همچنان تا ساعت 3 ادامه دارد. شما هم میتونید با ما از طریق صفحه فیسبوک نیمه روز در تماس شوین، نیمه روز لایک کنین و سیخ کامنت پرسشتون با ما شریک بسازین. همچنان شما تماس 0700-555-555 فعال است و ایمیل ما هم طبق معمول آرین در نیمه روز عدار انتلیجین دات کام سیرا ارتباطی است که شما رو با برنامه نیمه روز میتونه وصل بسازه و مشکلاتتان با ما برسانه. باز هم مهمان برنامه همچنان حضور دارن و پیرامون نقش خانواده در گسترش صلح صحبت های دارن. یکی صلح چیگونه هست، انواع صلح و همچنان که خانواده نقش داره. مهمان برنامه ما گفتن نقش داره، اینکه چگونه خانواده نقش داره و این نقش چگونه باید ایفا کنه در کنه خانواده تا صلح گسترش پیدا کنه در کشور ما، از آقای خالد ایثار میشنویم. آقای ایثار میربانیم. برای که من خب برم سر نقش خانواده بله. در تامین صلح، اما من میخوایم یک اشاره کوتاه در مورد عواملی که صلح به خطر میندازد، بخصوص در خانواده، در محیط خانواده بله. که بالاخره از محیط خانواده گسترش پیدا میکنه و در محیط اجتماع بله. در واقع یکی از عواملش بیسوادی است. یکی از عوامل جنگ بدبختی در افغانستان بیسوادی است. اما خانواده ها نقشی که دارند در رفع بیسوادی این است که فرزندان و اولادها را پدر مادر باید تشویق بکنند تا برند به مکتب. و بخصوص شما میفهمید که افغانستان از جمله 5 کشور است که بیشترین بیسوادها را دارد. یعنی در حدود بیش از 60% نفوس کشور ما بیسواد هستند و بیش از 50% بیسوادها را خانم ها تشکیل میدهند. بنابراین در واقع خانواده ها نباید فرارای تحصیل دختران مانع ایجاد کنند و سد ایجاد کنند. بنابراین نخستین کار که ما میتونیم انجام بدیم این است که اولادها رو و فرزندان خود به درس و به تعلیم و به مکتب و به پانتون تشویق بکنیم. بنابراین یکی از راههای موثر است که ما میتونیم صلح را بیاریم و با خشونت و با جنگ مبارزه بکنیم. مسئله دیگه که خیلی مهم است این است که تبعیض یکی از عوامل است که صلح به خطر میندازد. اما تبعیض از چای دسترخوان ما شما شروع میشه. یقینا. زمانی که ما غذای خوب به پسر میدیم و غذای متاسفانه ناخوب یا بد به دختر میدیم، در واقع ما از اینجا به پسرها و به اولادا در واقع ما تبعیض آموختیم. بنا زمان که اولادا میان تبعیض در خانواده میآموزن، پس این فرد میره علیه یک کس دیگه در سطح شما در میان در بین کار و در بین مکتب و در بین اجتماع میبینه که شما تبعیض در واقع از خانواده شروع میشه و بالاخره به در سطح رهبری که برسه به وطن به سمت سوی تباهی بدون شک. بنان یک قوم محروم ساخته میشه، یک قوم استثناء ساخته میشه، یک قوم خاری ساخته میشه بدون شک. زمان که همه اقوام خود در آینه اجتماع نبینند، در حاکمیت خود احساس نکنند و مشارکت نداشته باشند، بدون شک زمینه های جنگ بیشتر میشه و زمینه های صلح از بین میره. و مسئله دیگه که مهم است این است که عزت نفس خیلی مهم است. دقیقا. یعنی هرگاه ما اولادای خود توهین کنیم، تحقیر کنیم و القاب بد بگذاریم، بله. در واقع این فرزندان ضعیف میشه و در نه تنها که اعتماد به نفس ضعیف میشه، عزت نفس آنها نیز ضعیف میشه. دقیقا. عزت نفس یعنی که یک کس احترامی که به خود داره ما میره میگیم عزت نفس. و هر میزانی که احترام یک فرد نسبت به خودش پایین باشد، به اون میزان این فرد هم اعتماد به نفس کم داره و هم به لحاظ روانی یک فرد ناسالم است. و بنابراین زمینه های خشونت در این فرد بیشتر است. بنابراین اگر این قدرت بیشتر پیدا کنه، خشونتش در واقع بیشتر میشه. پس در این سه مورد خانواده میتونن نقش اساسی در تامین صلح، هم در گسترش سواد، هم در رفع تبعیض و هم در عزت نفس دادن به فرزندان که زمینه ها و تعداد اساسی صلح در جامعه است، میتونه که خانواده ها نقش بسیار اساسی داشته بله. باشه. ولی نکته که آقای سر شما اشاره داشتین متاسفانه در اکثر خانواده ها وجود داره، اگر بازم مهم بدبینانه نباشه جمله تکرار میشه، وجود داره. حال چگونه باید خانواده ها ما به این آگاهی بدیم که نباید در بین فرزندان خود تبعیض کنن، فرزندان خود بگذارن که به سمت سوی مکتب بره، عزت نفسشون رو پایین نیارن؟ یعنی چگونه خانواده ها به این مسئولیتشون آگاه بسازیم؟ شیوه ها و طرقی وجود داره یا خیر؟ خب حالا در دیگر کشورها نقش نظام آموزشی بسیار زیاد موثر است. یعنی نقش نظام آموزشی، نظام یعنی وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی در واقع نقش داره و در کناری که نهادهای رسمی آموزشی نقش داره، در واقع رسانه ها نقش بسیار اساسی و عمده دارند در تغییر افکار و در تغییر ذهنیت جامعه. بنان امی برنامه خوب شما در واقع یکی از کارهای بسیار بنیادی است که ما میتونیم خانواده را از این طریق آگاهی بدیم تا تبعیض در میان فرزندان نکنین که تبعیض در جامعه سرایت میکنه و اگر در جامعه سرایت کرد جنگ اتفاق میفته و صلح به خطر میندازه. شما فرزندان را به سواد، به کسب علم، بر
کسب تعلیم و تربیت در واقع تشویق کنیم. بنان این رایش یعنی هم از طریق نظام آموزشی باید سرمایه گذاری بیشتر شود و هم رسانه ها نقش اساسی و عمده داره. و در کناری که رسانه ها دارن، کسانی که نفوذ داره، مثلا روحانیون ما، قشر روحانیون نقش بسیار اساسی داره که در خطبه های جمعه میتونن که تشویق کنن والدین، تشویق کنن پدر مادر را، تشویق کنن تا با سواد بیشتر اولادشان، تشویق کنن تبعیض در میان دختر بچه روانه داره. و القاب بد که از نظر شرعی واقعا یک عمل زشت است، نباید القاب بد برای فرزندان بده تا اونا اعتماد به نفسشون زیاد شود و در نتیجه عزت نفسشون کاهش پیدا کنه و زمینه های خشونت در جامعه بیشتر شود. بنابراین سه تا راه حل ما میتونیم که در گسترش سول در جامعه خود کارزو میکنیم. وزارت محترم عجی آقاف افغانستان، مولوی صاحبای مساجد و همچنان کسانی که در این قسمت کار میکنن، اونا را موظف هستند تا این موضوعات بر هموطنان عزیز ما در نمازها تبلیغ کنند تا که این مشکلات از میان برداشته شود و ما به سال واقعی دسترسی پیدا کنیم. به عنوان جنبندی از شما میخواییم در رابطه به اینکه اگر توجه به این امر مهم از سوی خانواده ها صورت نبگیره، چقدر میتونه که رسیدن ما به سال طول بکشه؟ هر ارزش اگر ما میخوایم در جامعه نهادینه بسازیم، او ارزش باید بومی شه، او ارزش باید فرهنگی شه، او ارزش به عنوان یک باور تبدیل شه. بنابراین در تبدیل این ارزش ها به باور و در فرهنگی کردن این ارزش ها خانواده نقش اساسی و عمده داره. بنابراین اگر ما میخوایم به صلح برسیم، اگر ما میخوایم به عدالت اجتماعی برسیم و اگر ما میخوایم به یک جامعه برسیم که حقوق بشری ما، نیازهای اساسی ما تامین شود و رعایت شود، خانواده ها باید خود تکان بدن. بله، با امید از این خانواده نهایت محترم که امروز بیننده برنامه ما بودن، صحبت های جناب محترم آقای خالد ایثار شنیده باشن و خیلی صحبت های مفید جامعه و ما باید به با عنوان شهروند و به عنوان کسانی که در قبال خود و خانواده و بالاخره اجتماع و کشور خود مسئول هستیم، این نکات رعایت کنیم تا سال واقعی در کشور ما بیه. فرار کردن و رفتن و ترک رفتن رای حل اساسی نیست، کاذب و زودگذر است و ما ناگزیر هستیم بالاخره در این وطن زندگی کنیم. پس برای اینکه وطن ما به سال سرتاسری و دائمی و مسئله مثبتی که امروز تعریف شد برسه، باید که خود ما آغاز کنیم. هیچ وقت دیر نیست، هم امروز بسم الله کنیم. به هر صورت در حال حاضر میریم با هم بخش برنامه رو مشاهده میکنیم و سپاسگزار هستیم از مهمان برنامه. پس از آن ما و گیتا جان با شما هم کلام خواهد بودیم، شما هم ما را همراه باشید.